درسي امروز امی بابی لفیفی ولیه لفیف مفروق بودن این لفیف مفروق چرا میگن چون بین دو تا حرفی لا حرف آفرین حرف سه این لفیف مفروق بود ان شاء الله درس رو خوب بخونین تا فردا را خدا حافظ و ناصر شما مدت زیاده که می جه تدریس داریم زیاد چی تدریس میکنین آقا همین ادبیات عرب علوم نحو صرف و منطق و معانی و بیان هم داره زیادتر همین فعلا هم صرف و نحو در رابطه با جنگ خیبر و غزوه خیبر اینا نوت گرفته نشه تاریخ اسلام هم درس میگیم آقا شما نوت گرفتین در رابطه با غزوه خیبر بله جنگ خیبر اینا مطالعه کردین بله 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 گرشن گاهگاه یادم از زبانهای مردم عام شنیدیم خودم ما شما هم که بله خلاصه میشنیم داستانا را بله چی بهتر از شما بشنویم از فیض بله بودن صحبت های شما بله در رابطه با جنگ خیبر اینا چی وقت در خدمت خلاصه کدوم سالا بوده اینا جنگ خیبر حضور شما عرض کنم آله که مردم معروف شده به جنگ خیبر تنها خیبر نبوده ای ی خیابیره خیبرهای یک قلعه خیبر نیست چندین قلعه ها چندین دشت ها در یک بسیار یک جای عجیب و غریبی بوده که در ماه محرم سال هفتم هجری قمری آغاز شد و در ماه صفر با پیروزی مسلمانان پایان رفت این منطقه مشتمل بر مجموعه روستاها و مزارع سرسبز است که و نامش خیبره البته خیابیره در سنگستانهای به ارتفاع حدود 854 متر از سطح دریا قرار دارند خیبر دره‌ها و وادی‌های بزرگ و آب زراعت و جمعیت فراوان دارد و محصول عمده آن خرماست که از دیر باز به آن مشهور بوده است ساکنان خیبر بیشتر از قبیله انزه هستند انزه که در روستای سریر و سراسر وادی غرس خاندانی بنی رشید زندگی میکنند قلاع خیبر یعنی قلعه های خیابر قلاع خیابر هر کدام از این قلاع یعنی قلعه ها دژ های زیاد و محکم داشتند مثلا قلعه شق یا شق دارای دژ سمران و دژ نزار بودند قلعه قموس خموس یعنی همون محل مرحب و حارس قلعه ها و دژ ها که به دست مسلمانان فتح میشد یک پشت سر هم به قلعه دیگر فرار میکردند که بعد از فتح دژ های شق یا شق نتات به بدش های استوار قموس و وتح و سلالم که در قلعه کتیبه بودن رفتن و درها را بستن آخرین قلعه و دش های آخرین قلعه و دش ها 14 روز محاصره بودن که اینا به سطوح آمدن و بالاخره تسلیم شدن دلیلی خلاصه جنگ چی بود؟ چرا رفتن به خاطر که قلعه ها را فتح کنن؟ بله دلیل جنگ امی بود که حضور شما عرض کنم وقتی که یهودیان بنی نظیر جنگی بنی نظیر اونها مثلا بنی نظیر از بین رفتن خود در مدینه بودن درسته؟ یکی ده از یهودیان که مثلا اونا مردم های خوب نبودن فتنه انگیزی میکردن اینا را از مدینه بیرون کردن امی بنی نظیر اینها رفتن اونجا مثلا پناه آوردن خیبری ها اینا رو پناه دادن خیبری ها وقتی که اینها رو پناه دادن اینها فتنه انگیزی میکردن های گاهی میرفتن مثلا به چی؟ به مثلا مکه عربستان اونجا میرفتن مثلا چی میکردن؟ بعد مکه میرفتن
که کفار قریش تحریک میکنن که بیاین یعنی ما و شما با هم مثلا خیبری ها با هم بزنیم مثلا مدینه را از بین ببریم. اینها به خاطر فتنه انگیزی های اینا چند مرتبه اینا میخواستن حمله کنه به مدینه. به همین لحاظ بعضی اوقات آماده حمله شدن که پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین علی علیه السلام را با عده فرستادن، بعضی ها را مثلا اونجا دفع کردن. بالاخره در این اواخر اینا یک قبیله بود به نام قطفان یا اطفان که اونها 4-5 هزار نفر داشتن مسلح. اونا را هم خیبری ها مثلا امی قبیله بنی نزار یهودی ها اینا تحریک کردن که بین یک پیغمبر اینا چند نفر دارن، بین اینا را یک روز مثلا حمله میکنه همه را از بین میبره. به همین خاطر بود که پیغمبر خدا آماده شد برای فتح خیبر. این جنگ چند روز از ماه محرم تا ماه صفر ادامه داشت. بعد جنگاوران زیادی در اسلام بود، منتها فاتح اصلی خیبر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که همون دروازه خیبر هم مثلا ای مرا ما ایرا از زبان مثلا از کتاب اهل سنت برای شما میگم. اونا اینطور میگن، میگه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی که با قلعه مهم قموس که مرحب مثلا که فرمانده بزرگی مثلا یعنی غولی یهودیان بود، حارس و مرحب اردوش دو تا برادر بود. وقتی که اینا رفتن، بعد حضور شما که عرض کنم پیغمبر خدا وقتی که بخواست همگی در جنگ مسلمان ها همگی شرکت داشته باشن، همون پرچم سفید خدا خب یک بار به دست مثلا حضرت ابوبکر رضی الله عنه داد، با یک عده از مسلمان ها گفتن برین به امی قموس این رو باید فتح کنیم. اینا وقتی که رفتن نتانستن چون خیلی اونا زور بودن. بعد دوباره امی پرچم به دست حضرت عمر داد، حضرت عمر هم برگشت، دفعه سیم به دست یک انصاری داد از مدینه، او هم برگشت. این دفعه حضرت پیغمبر گفت فردا این پرچم به دست کسی میدم که او فاتح خیبر است. به دست کی داد؟ به دست حضرت امیرالمومنین طلب کرد. حضرت امیرالمومنین شیمدرد بود دو زمان. بعد حضرت یک دعای کرد و به خاطر اعجاز دعای پیغمبر چشمش فورا جور شد. بعد چی رو داد؟ پرچم داد به حضرت علی. حضرت علی رفت به طرف قلعه قموس که اون قلعه بدترین و بزرگترین و خود جای مرحب بود دیگه. بله. مرحب خالص. اونجا که رفت حضور شما که عرض کنم دیگرها که رفتن برگشتن دیگه. اونجا که رفت حارس دیگه او هم یه غولی بود. حارس که آمد و خلاصه تا به منزی که حارس لشکریانی که همراه حضرت امیرالمؤمنین بود تا به منزی حارس دید فرار کردن. حضرت علی تنها مسلمان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تنها ماند ولی استقامت کرد، زد حارس به درک وصل کرد. وقتی که نفرای حارس گریختن داخل قلعه شدن این غولی بزرگ مرحب خبر شد که حارس برادرش کشته شد دیگه، مثل یک مارگزیده. وقتی که بیرون شد حضرت امیرالمومنین به نظرش نیامد. این روایتی که من میگم از اهل سنت که میگه که او چقدر قوی بود که یک مرتبه وقتی حمله شروع شد که زد سپر حضرت امیرالمومنین به زمین افتاد از بس که او قوی بود. بعد سپرش که افتاد حضرت حمله کرد در خیبر، در خیبر از جا کند، با همون در خیبر او رو سپر قرار داد. این روایت از اهل سنت. او رو سپر قرار داد، تمامی مثلا اینا قل و قم شد، مرحبا همونج مثلا زد به درک واصل کرد. بعد مسلمان ها رفت وارد قلعه قموس شد و قلعه قموس که قلعه مهم بود او مثلا به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام فتح شد. چندین قلعه دیگر هم حضرت امیرالمؤمنین فتح کرد. یعنی فاتح خیابر در واقع مثلا حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که از فضائل بزرگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام مثلا فتح خیبر، یعنی فتح خیابر.
لخر بازم ساعت چند بجا میره جوان؟ ساعتی هشت بجا؟ ساعت هشت دیگه، آره هشت باید اینجا باشیم. امروز که دیر شد بخیر. امروز که باشه خوب کشم. ساعت چنده؟ هشت و... ایخ را سرکشم. نو. رسمی دیگه هشت بجه؟ هشت، هشت. ما خو گرچی وقتی درس نباشه که عفت چشونیم به وقتان میایی بیا بشه. یک روایت هم میگه که حضرت رفت خود به نزدیک در رسان، نزدیک در که رسان نفرای مرحب فرار کردن، فرار کردن رفتن داخل قلعه قموس. باز در قلعه رو محکم کردن و در قلعه یک دری بود که چندین نفر رو وازبسته میکرد. بعد همین شد که حضرت امیرالمؤمنین با نیروی الهی خودش میگه این نیرو نیروی الهی بود، نیروی بشری نیست، نیروی الهی بود. با اعتقاداتی که من نسبت به ذات اقدس الهی و قبر و قیامت و با اعتقاداتی که من داشتم ای را انداختم، چنگ انداختم در را کن، در را که کن مسلمان ها وارد شدن، وارد قلعه شدن. تعداد مسلمانان چقدر بوده و تعداد یهودیان به چی اندازه بوده در این مورد؟ تعداد مسلمان ها نسبت به تعداد یهودیان خیلی کم بود. مثلا 1400 نفر یا 1500 نفر یا 1540 نفر بود و 20 نفر هم از زنها امرای مثلا لشکریان اسلام بود که یکی از زنان پیامبر اسلام به نام ام سلمه امرای پیامبر بود. حضور شما عرض کنم اما از خیابر 10,000 نشته کردن، حتی 20,000 نشته کردن، ولی خدای متعال دیگه با واسطه ای که پیغمبرش فرمانده کل مثلا قوا در اون جنگ خود پیغمبر. چی باعث شد که مسلمان ها در مقابل اون همه لشکر یهودیان پیروز شد؟ فرمانده واحد که همه لشکرش جان فدا بودن، یک و سرلشکر قوی و توانا و نترس و لشکریان مطیع و بالاتر از همه کمک و معاونت خداوند بزرگ که در این جنگ نابرابر خداوند جل جلاله و نبی صلی الله علیه و سلم و ولی علیه السلام حضور داشت. امام علی علیه السلام. بله. پیامدها و نتیجه‌ای که اینقدر جنگ و خلاصه فتح شد خیبر و اینا صحبت کردید، خوب است که اول می اشاره بکنید از خساراتی که مثلا یهودیان و مسلمانان دیدن. خسارا حضور شما عرض کنم خسارت که مسلمانا 14-15 نفر شهید دادن. دیگه خسارا نبود دیگه. اما یهودی ها در عین حالی که بسیار خساره که همشان منهدم شد دیگه، تمام قلعه ها منهدم شد، بسیار اینا مثلا گنج ها داشتن، گنج ها همه که مثلا پیدا شد روی شد همه تحویل مسلمان ها شد. خب حضور شما عرض کنم 93 نفر از اینا هم کشته شد. قلعه قموس 14 روز محاصره ماند که اینا هم نابود شدن. بعد دیگه این قلعه ها در قله های کوه ها بوده. حضور شما که عرض کنم مثلا نتیجه همی شد که تمام مثلا قوای کفار مثلا قریش و اطرافیانی که میخواست پیامبر و مثلا مدینه را و اسلام را نابود کنه یا تضعیف کنه اینا کلا ضعیف شدن. فهمیدن که وقتی که خیابر با اون مرحب غول پیکر و مثلا با اون حارس و با او امکانات عجیب و غریب داشتن اینا وقتی اونا منهدم شدن دیگه خف خود زدن، گفتن ما که دیگه خلاصیم. یک دستاورد دیگه که عرض کردم دیگه بسیار گنجه های فراوان، بسیار غنایم جنگی و غیر جنگی، غنایم مثلا اقتصادی بسیار زیاد به دست مسلمان ها رست. دیگر اینکه حضور شما که عرض کنم وقتی که صلح‌نامه که امضا شد بعد بین یهودیان
و و, و پیغمبر اسلام وقتی که امضا شد بعد پیامبر او جنگجویانی راستی را اونا را خونشان بخشید دیگه اونا را کار نداد ولی گفت دست زن بچه‌شان بگیرن برن از اینجا بعد یهودیای دیگه منطقه خیبر را ترک کنن ترک کنن یهودیای دیگه که اونجا سلنامه امضا کرده بودن آمدن نزد پیامبر اسلام گفت یا رسول الله تو واقعا رسول خدای دیگه متأ آل ما خدمت تو تسلیم شدیم اما همین بیچاره ها هم ولی بد کردن هر چی کردن امینا را هم کجا برن اینا امینا را هم اجازه بدین همینجا بمونن برو بمونن برو به همو کار مثلا اونجا نخل مثلا نخلستان مثلا خرما و اینا برن با کارشان ادامه بدن اونا را هم اجازه داد که بمونن مسئله سیم همی شد که اونا هم خیلی مغرور بودن بخواستن با خیبره ها کمک کنن اونا وقتی که شنیدن فورا مثلا نماینده فرستادن نزد رسول خدا که یا رسول الله ما دیگه تسلیم هن. ما تسلیم دیگه صلحنامه امضا کردن دیگه این دستاورد های فشردهش بود که با شما عرض کرد واقعا امروز شما صحبت کردین فیض بردیم نتیجه ایش را خلاصه پیامت هایش را انشاءالله خدا هم حفظ کنه شما سلامت باشه سلامتی شما لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار